Ja, wo ist der? آخرین سال دبیرستان روزهای عجیبی است. هر کس خواسته یا ناخواسته به آینده فکر می کند. پسرها اگر به فکر دانشگاه نباشند، دلشوره سربازی به سراغشان می آید و دختران اگر تصمیمی برای ادامه تحصیل نداشته باشند، اغلب در رویای بخت سفید و شاهزاده سوار بر اسب سیر می کند. پروین اما با پایان دبیرستان منتظر امتحانات کنکور غافل از آن که همون ایام خواستگاری در محله به تحقیق می آید. خواستگاری که اسب سپید نداشت اما سوار بر یک پرنده آهنین بود. عموش که خیلی تحقیق راجع به ما کرد بود، یعنی مثلا اصلا مسئله تمام شده بود. منم تازه دیپلم گرفته بودم. یکی می اومد می گفت مثلا می خوام کار کنه. با 12 سال درس خوندم کار کنم بدم ای نیمه خواب. یکی میامد کار نکنه با من تا واسه اصلا درس خوندم میذارم در کوزه نمیشه. آره من باید کار کنم که بذاری بینیم این نفر سومی کی همه هم راجع به ما میپرسه. بعدی آمد با مامانش و خواهرش آمد. پروین هیچ تصمیمی برای ازدواج نداشت ولی با دیدن محمد رضا جادو شد. جادوی خواستگار نجابتش بود و گرمی، گرمایی که پروین را مفتون خود کرد. نشستن یه دقیقه حرف زدن و ما هم همچه آمدیم یه چایی رو بردیم آوردیم بیرون. زودیم ما مثل اون موقعی جری رودار نبودیم. آمدیم بیرون و اینا دیگه نشستن حرفاشون رو زدن. بابام آمد بیرون گفت چی میگی؟ گفتم خوبه. گفت اگه خوبه بشینیم با هم حرف بزنیم. ما هم رفتیم تو اتاق خورده حرف زدیم و گفت اتکات به شغل من نباشه. فکر نکنی که مثلا من خلبانم به خاطری که مثلا خلبانم با من ازدواج کنی. گفتم نه برای مثلا اهمیتی نداره این مسائل. دیگه اومدن قن شکستن و پنجشنبه من مقت کردیم. اتفاقا روزی بود که من امتحان کنکور داشتم برای دانشگاه ثبت نام کرده بودم. گفتم بابا حداقل میذاشت یه روز دیگه، من امتحان کنکور دارم. گفت مگه فرقی هم میکنه؟ گفتم نه. با آنکه پروین فرزند آخر و عزیز کرده والدین بود، پذیرفت شریک زندگی محمد رضا باشد و راهی شهری دور. نه اینم بی دختر شهر سردسیر همدان شد همسایه دریای جنوب در بوشهر. یک ماه اول زندگیشان در بوشهر به صورت برق و باد گذشت. یک ماهی که انقدر دلچسب بود که پروین متوجه گذشت آن نشد. حواست ماه دوم حال احوال جسمی پروین تغییر کرد. حالاتی که ربطی به گرمای هوا و شرجی و غربت نداشت. حال او خبر از یک تازه وارد می داد. تهران بود میشن گفتم که آره داری بابا میشی. خیلی خوشحال شد. محمد رضا سر از پا نمی شناخت. خداوند نعمت را بر او تمام کرده بود. شغلی که عاشقانه دوست داشت. همسری که همه کس او شد و اکنون نورسیدهی که در راه است. میگم ته این مدت چون نورتی میدنم داشت اکثرا مرخصی بود. ما مثلا داداشم زاهدان بود، زاهدان رفتیم، مشهد رفتیم، چل دختر رفتیم، اصفهان رفتیم، شیراز رفتیم، شمال که زیاد میرفتیم، تهران، خرمشهر، اهواز، آبادان، اصلا ما زیاد نبودیم. آدمیزاد این گونه است، غم یا شادی فرقی ندارد. در هر یک از این دو حالت قرار بگیرد تصوری از دیگری ندارد. پنداری که هرگز وجود ندارد. من شیعی طرف و طرف می رفتی زیادو جیرین. من معذرت می خوام سر علی حامله بودم. تو 9 ماه بودم از اینجا تا خرمشهر با ماشین رفتیم پیکان. هی گفت نینشه بیای، گفته با چیز بری، با هواپیما، اونم اجازه به تو نمیده، فشار زیاده بالا. گفتم عیب نداره تو هستی. نورسیده آخرین روز فروردین 59 به دنیا آمد. تا
توصیف شادی محمد رضا آسان نیست، به ویژان که پسر به هیچ کم و کاستی خود او بود. نامش را علی رضا انتخاب کردن تا پیوند این شباهت عجیب بیشتر شود. و واقعا هم مثل جانی نمیخواست، اینه چشاش اینه دوست داشت پسرمه، اصلا اینه یه دقیقه زمین نمیذاشت، هر جا میرفته این بغلش میکرد میبرد. تابستان گرم بعدی از راه رسید. این بار محمد رضا با اصرار پروین و کودک را راهی کرد. پروین و علی رضا همدان، خودش برای انجام مأموریتی مهم تهران. نه دقیق همینه، چون فاصله ما به خونه پشتیامون زیاد بود، اصلا چیز نبودیم، اینجور نزدیک نبود. بشان که کلاس بودن تهران، بعد به خاطر عروسی آقای علی دباغیان بودن، دوستشون بودن، ایشان هم قلبانم. بعد آمدیم همدان، آمدیم همدان عروسی ایشان بود. بعد چون ایشان ماشین آورده بود اینا، من هر جا که میرفتیم با هم بودیم، محال ممکنه بود که مثلا ایشان جایی بره من با ایشان نرم. بعد اومد و گفت ما داریم میریم تهران. گفتم منم میام، من بدون شما نمیمانم. گفت نه نمیشه، تو ماشین بچه ها هستن، آقای رزاقی بود، آقای محمد جانفر بود، آقای امید بخش بود، همه آمده بودن، همدان عروسی، آقای علی دباغیان. گفت بچه ها هستن نمیشه بیای، برم بیام شما رو میبرم. گفتم باشه دیگه. خلاصه ایشان رفت و دو سر سور کشید، یه دفعه گفتن جنگ شد، دارن حمله میکنن و احتمال جنگ داره و پایگاه رو زدن و اینا. من بهشان زنگ زدم، گفتم که دارن میگن جنگ شده، حمله میشه، نمیدونم فلان میشه، شما کجایی؟ گفت من تهرانم. گفتم نمیای همدان شما؟ گفت فعلا نه. پروین با شناختی که از محمد رضا داشت میدانست با شنیدن خبر به صورت راهی خواهد شد. در دلش کورسوی امیدی بود که شاید محمد رضا به خاطر وابستگی شدید به فرزند بیماری را بهانه کرده به جنگ نرود. بیماری شدید معده که پزشک معالج او را از پرواز منع کرده بود. چون من مثلا حالا بچه‌م دنیا اومده بود، ایشان هم مثلا 4 ماه 5 ماه بود تو شهریور. بعد گفتم بیا و نرو، شما که ناراحتی معده داری، اجازه پرواز که نداری، نرو شما. گفت نمیشه، من به خاطر این روزه من چیز کردن، تربیت کردن، پرورشمون دادن به خاطر این روزا، به ما احتیاج دارن، ما دین داریم به ای آب و خاک. محمد رضا رفت. پروین نیز ساکش را بست تا به منزلش برود. رسیدگی به اوضاع خانه بهانه‌اش بود. قلبش از اضطراب دوری محمد رضا در سینه نمی تپید، می کوبید. بعد یه دفعه من زنگ زدم بهشان که رضا پایگاری همدان زدن، شما کجایی؟ چجوریه؟ جنگ شده؟ گفت من بوشهرم. گفتم شما بوشهری، منم میام، من وای نمیسم. گفت نمیشه، خیلی شلوغه و جنگ زیاد شدت داره و پایگار همه رو تخلیه کردن، اصلا امکان نداره کسی باشه. گفتم شما کجایی؟ گفت من تو مهمانسرا. گفتم منم میام پیش شما، پیش تو مهمانسرا. علیه میخواد چی بکنه؟ گفتم علیه میذارم برای مامانم و میام. گفت اگه علیه بذاری دیگه نتونم، من باید اونو نگه داری. ماند تنها به یک شرط، محمد رضا او رو بی خبر نگذارد. اما دشمن که از شرط آنها خبر نداشت. اون روز 5 مهر، 5 مهر من دیدم ایشان تماس نگرفت، نگران شدم. هر چی زنگ می‌زدم پایگاه بوشهر اصلا پایگاه نمی‌گرفت، یا مثلا خیلی خط و مشغول بود جواب نمی‌داد اینا. خلاصه یکی دو روز ما از ایشان بی‌خبر بودیم، از ایشان بی‌خبر بودیم. من زنگ زدم، بالاخره گرفتم پایگاه بوشهر، گرفتم، گفتم آره آقای کرم چی شده اینا، کجاست؟ گفت فرستادیمش مأموریت شیراز. زنگ زدم پایگاه شیراز که این آقای کرم اومده پیش شما، مثلا اومده مأموریت اونجا، من میخوام باش صحبت کنم، خانومشم، نگرانم فلانم. گفت فرستادیمش پایگاه تهران. زنگ زدم تهران،
زنگ زدم تهران، خلاصه به چه سختی های اون زمانم پایگاه های اصلا نمی گرفت. من این پایگاه ها رو می گرفتم، بعد گفتن که نه خانوم فرسادیمش پایگاه بوشهر. دو مرتبه زنگ زدم فرمانده پایگاه بوشهر به خیلی سختی، حالا خیلی راحتی نار تعریف میکنم من که چی شده یا آقای کرم اصلا نیستش، هر چی زنگ میزنم جواب نمیده، نهایتا هم ایشان تماس با من نمیگیره. اگه مثلا توی این پایگاه ها باشه خب زنگ میزنه یه تماس میگیره، میگه مثلا من حالم خوبه اینا، من نگرانی در میاره. یه دفعه دیدم فرمانده پایگاه گفتش که والا خانم کرم ایشان 57 پروازی که داشته، اول 3-4 تا پرواز داشته، آخرین پروازش 7 شب بوده، 7 شب بوده و رفته و ایشان برنگشت. به خاطر همین ما این مدتی که مثلا طول دادیم گفتیم شاید مثلا گروه پیاده نظام برن تو منطقه تجسس کنن ایشانو پیدا کنن، ردی ازش بگیرن، اینی که ما خبری نداریم از ایشان. دنیا برای پروین تیره و تار شد. عمر شادیشان حتی به اولین تولد علیرضا نیز قد نداشت. باز کن رضا، تو رو خدا داره باز. همه زندگی پروین شد تلاش برای یافتن نشانی از همسر. برخی خبر از اسارت او می آوردن. دیگه خلاصه این ما مرتب زنگ می زدن. زنگ می زدم به پایگاه که مثلا چه خبر اینا. یه روزی که زنگ می زدم زنگ زدن و گفتن که خانم کرم، گفتن بله، گفت بیان شیراز جنازش تحویل بگیر محمد رضا کرم. حالا ما هم هی انقدر خودمون رو زدیم و کشتیم و خلاصه همه فک فامیلا اومدن جمع شدن و که ما از پایگاه همدان با هواپیما بریم پایگاه شیراز مثلا نهایتا جنازه ایشانه بیاریم. وقتی که اینجوری داشتم هی گریه میکردم و چیز میکردم، فقط قرآن گرفته بودم دستم. روزی هم که ایشان رفت همه چی میگفتم یا مام رضا تو غریبی و رضای منم غریبه، من اینه به تو سپردم، اتو هم میخوامش. را میرفتم قرآن گرفته بودم دستم، میگفتم خدایا به حق ای قرآن من نامید دیگه. خلاصه توی چیزا که بود یه دفعه متوجه شدم وقتی که می اومدیم تهران ایشان کاری داشت نیرو هوایی، یه آقای محمد رضا کرم هم بود، ایشان تهران بودن، ایشان می رفت لباسای اونه می گرفت و می پوشید. می گفت فقط به خاطری که فیشای حقوقمون با هم عوض نشه یه دونه یه به اون اضافه کردن کرمی اونه که من کرم. شباهت حیرت انگیز دو خلبان قصه عجیبی را رقم زد. نام هر دو یکی، نام پدرشان یکی، شماره شناسنامه یکی، تاریخ تولد یکی، حتی روز شهادتشان نیز یکی. تنها تفاوت آنها محل تولدشان بود. دیگه خلاصه من یادم اومد که زنگ زدم شیراز، بابا این دو تا محمد رضا کرمه، این متولد خرمشهره، این متولد شیرازه، شما کدوم یکی داری میگی؟ گفت این متولد شیرازه. گفتم خدا خیرتون بده، اصلا ما رو همه رو ریختیم به هم شما با یک کاراتون. دیگه خلاصه عذرخواهی کردن و گفتن این نیست. دیگه اون اوائلم بود یکی اومد گفتش که تو چیز خرمشهر دیدیمش، رو تخت برانکوف داشتن میبردنش باش مصاحبه کردن و اینا، گفته نه من خوبم و هم شکسته. این میومد و نمیگفت. بعد یه چند وقتی میگذشت مثلا اسیر میگرفتن اسرا نامه میدادن کاره فلانی هم مثلا آقای محمد رضا کرم هم پیش ما هست شما نگران نباشیم. بازم ما خوشحال بودیم میگفتیم خب الحمدلله علاش. اون اوائل من رفتم ستاد مشترک که مثلا گفتن ایشان صحبت کرده تو رادیو، گفتن نه اوائل جنگ بوده ما مثلا ضبط نداشتیم، اصلا ضبط نمی کردیم چیزیو، نه ما هیچی نداریم سابق. یکی می اومد اینجوری می گفت، یکی می گفت هست، یکی می گفت نیست. یه دفعه رفته بودیم شمال از طرف نیرو هوایی، یه دفعه یکی از روزنامه ها و مجله هایی هست که نیرو هوایی چاپ میکنه، پخش میکنه، منتشر میکنه، اونجا بود. من برداشتم خوندم دیدم یه آقایی نوشته که آره ما با محمد رضا کرم تو جنگ بودیم و ایشان از وقتی که هواپیما پرید پایین چترش گیر کرد به درخت و سرش مون به چتر و تنش جدا شد.
اعصابی هم من خورد شد و یه چند روزی که شمال بودیم تا آمدم تهران. آمدم تهران و خلاصه رفتم اطلاعات اون روزنامه رو گرفتم و اطلاعات و آقا رو گرفتم و که آقا شما این اخبار نوشتی؟ این چه جوری بوده شما نوشتی؟ مگه ایشان دیده بودی؟ گفت نه همین جوری نوشتم. گفتم همین جوری داری با اعصاب و روان خانواده بازی میکنی که چی بشه؟ روزهای سخت آغاز شد. دورانی که به نظر پروین قرار نبود به درازهای همه عمر او باشد. پروین منتظر ماند. انتظاری دردناک که دیگران آن را بیهوده می‌پندارند. خیلی سخت گذشت. 34 سال میگیم 34 سال. باور کن به اندازه 3000 سال گذشته. انقدر سخت گذشته. این چون ما همش منتظر بودیم. انتظار داشتیم. نبود که روز اول بگن شهید شده تمام شد میرفت. ما روزی 100 دفعه مردیم و زنده شدیم. امروزی آمده گفته هست امیدوار شدیم، آمده گفته نیست ناامید شدیم. 15 سال یعنی حالا قبل از اینکه اعلام شهادت کنن فقط ما چشممون به در بوده. زنگی زدن میگفتیم ازش مثلا یه خبری آوردن، یکی میومد میگفتیم ازش یه خبری آوردن. نیم ساعت یه مطب دکتر میشینی چقدر آدم استرس میگیره، استراب میگیره. کی نوبت من میشه؟ 10 دفعه میری میگی خانم نوبت من کیه؟ کی نوبت من میشه؟ ما 15 سال چشممون به در بوده. زندگی پروین و فرزند ادامه پیدا کرد. هرچه علی بزرگتر شد جای خالی محمد رضا بیشتر نمود پیدا کرد. تنها آرزوی پروین این بود که پسرش تحت حمایت مردانه محمد رضا رشد کند. ولی اکنون خود هم پدر بود هم مادر. هرچه علی بزرگتر می شد بیشتر سراغ پدر را می گرفت. پدر، کلمه غریب ولی بسیار شیرین برای علی. بالغ شد. اما لحظه حسرت هم کلامی با مردی به نام پدر رهایش نکرد. تنها مرهم او آغوش گرم مادر شد. هیچ وقت من حتی الانم ها حتی الان اون خلأ رو حس نمی کنم. شاید خلأ وجودی رو حس کنم هرچی که بزرگتر میشم، که حالا شاید به قول معروف گفتنید پدری می داشتم. یعنی وقتی من با محمد رضا یه وقتی بیرون میریم حس میکنم مثلا خودم رو وقتی که با بابام مثلا اگر می بود بیرون میرفتیم چه میشد یا چه ها میشد. ولی خیلی خلأ رو حتی الانم که الانه خیلی برام زحمت کشید، خیلی اون جای خالی اون خلأ رو خیلی پر کرد. پروین غم خود رو از یاد برد. غم تنهایی، داغ زندگی کوتاه، تلخی بیپناهی. بعد فکری به حال پسر میکرد. وقت من 6 ماهرم بودم، 6 ماه 5 ماه و نیمه پدرم اصلا ندیدم. حالا شاید مثلا شما بگی در حدت 4 تا عکس، من نمیدونم، 4 تا عکس کنار هواپیما. خیلی برام باعث افتخار بود، خیلی. من خواه همیشه کتمانش میکردم. هر جا که شما میری الان من یه شغل دولتی دارم، هر وقت مثلا صحبتی میکنم میگم بابا بیا برو استفاده کن فلان کن اینو بذار تو، الان بگی من فرزند شهیدم اینجوری اینجوری. هیچ وقت راضی به این نیستم. یعنی اگر پیش اومده مثلا تو کارم خواستم یه ترقی بکنم یه پله برم بالاتر، همیشه پسش زدم. گفتم نکنه روزی مثلا یه نفر یا پیش خودش فکری بکنه بگه بابا مثلا چون این وضعیت رو داشت به خاطر این مثلا فلان کارو براش انجام داده یا مثلا یه پله ارتقا کرد یا ترقی کرد به خاطر این بود. همیشه اونم پس زدم. هیچ وقت دوست نداشتم با این، یعنی بابامو به قول معروف گفتنی باد یه میز یا یه پست بالاتر معامله کنم. هیچ وقت دوست نداشتم اینجوری باشه. از اسمشم واهمه داشتم. تا اینکه سال 74 نیروی هوایی شهادت محمد رضا را تایید کرد. تاییدی که با گذشت 30 سال نه پروین و نه پسرش هیچ کدام اون را باور ندارند.
ما که دیگه هیچی نداشتیم، هواپیما بیاد ساله قلبان اول بیاد، این مثلا پشتش بوده یه دفعه مشت موشک بزن و اجایت کنه ببره پایی، و معلومه هیچ کی باور نمیکرد، چه برسه به ما. پروین پذیرفته تنهایی و غربت سهم او و پسرش از بیکران هستی است. دلگیر است اما گله‌ای ندارد. زندگی بیش از آن که فکر میکرد به مقاومتش افسود، ولی گاه در همش میکوبد. وابستگی پسر من، حالا باز میگم که ایشان اصلا رویت نکرده، ایشان که نه جنازه داره نه هیچی، یه سنگ یاد بود برده گذاشته باغ بهشت، قطعه شهدا ایشان هم یه سنگ یاد بود گذاشته، بعد حالا میره هر هفته اونجا، اکثرا هم که میره شب و جمعه میره یا جمعه صبح میره منو نمیبره، میگه دوست دارم تنهایی برم، میگه مامان از او تیکه پایین که میشه کپشام در میارم جرابام در میارم میره تا اونجا، بعد میگم مامان او که هیچی ندارم، هیچی که توش نیه یه سنگه فقط، میگه باش، حرمتش برای من خیلیه. ایشون وقتی که سال نو میشه قرآن میبره میذاره اونجا، مراسم عید سال تحویل اونجاست، بعد قرآن میذاره سر و سنگی که سر سنگ یاد بوده باباش هتو دشت میکنه، میگه بابا من دشت داد، او امروز به ظاهر تنهاست، اما خودش به یقین باور دارد که محمد رضا در کنار است. باوری که من تویی که در شرایط او نیستیم وهم و خیالش می‌نام. پس وقتی مثلا جا به جای یه چیزی دارم اساس و اساسیه تو خونه دارم، واقعا برام سخته، خودم اینجوری میشینم گریه میکنم که من چقدر تنها، چقدر کارام باید خودم انجام بدم، یه دفعه اصلا حس میکنم که یکی داره کمکم میکنه، خدا من کیه دست دادم آخه، چرا من اینجوریم، اصلا حس میکنم که کمکم میکنه، نه اینکه حالا تو خواب باشه. ما اول اینجا زندگی میکردیم وقتی بابا کوچولو بود. علیرضا امروز خود پدر است، پدری که بیش از توان و مسئولیتش برای فرزندانش محمد رضا و ارسام هزینه می کند، ولی حفره بزرگی که در دل دارد پر نمی شود. فرزند اول یعنی محمد رضا شباهت قریبی به پدر و پدر بزرگ دارد، خیلی خاله بابا دار، خیلی. وقتی یه روز اومده بود اینجا میخواست بره شعبه بعد از اوپاک، محمد رضا اینجا بود گذاشته سر اوپک، هی گرفت این حسابی بوسش کرد، گفتم علی جان خیلی مثل که محمد رضا رو دوست داری، دیدم بغض کرد گریه گریه گریه. مامان خودم درد بی پدری کشیدم میخوام این نشه، خودم بی محبتی دیدم میخوام این نباشه اینجوری. اگرچه دل بیتابی مادر و عدم شرایط مطلوب به او اجازه نداد که به راه پدر برود، اما امروز مجدانه در پی آن است که پسر بزرگش بار دیگر محمد رضا کرمی شود که نامش برای همیشه در تاریخ کشور ماندگار شد. از الان به اینم میگم، میگم تو باید برای من یک محمد رضا کرم دیگه باشی، یعنی همیشه اینو نگاه میکنم، حس اون روزی رو میکنم که مثلا این بزرگ بشه، به قول معروف گفتنی من اینو توی لباس پرواز ببینم. پروین هنوز منتظر است، انتظاری که خود میداند پایانی بر آن نخواهد بود، اما هنوز شهامت پذیرش حقیقت را در خود نمیبیند. ولی خانم محبوب تو حالا گذشته میشه مثلا یه روز باشه بیا، نه یعنی مثلا به نظر شما حالا با این همه صحبت هایی که کردین و رفت آمد هایی که کردین
به نظر شما این فکر ما اصلا طبیعیه، مثلا خارج از اصلا عقله، خودمون علکی دل خوش کردی. من شبا مثلا تا 3-4 به این امیدم، نیرو هوایی زنگ میزنه چجو مراسم بگیریم، چجو بریم، چجو بیای، همچین حالتهایی داریم. تیر ماه سال 58، زمانی که پروین پا به این خانه گذاشت، هرگز تصور نمی کرد با گذشت 3 دهه با قلبی داغدار از عشق 1 ساله میهمان آن شود.